احمد العطار کارشناس امور نظامی در مطلبی به بررسی توانایی نظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این بررسی از جمله آمده است مهمترین عناصر عملیات نظامی کلاسیک عبارتند از نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی. این کارشناس نظامی گفته است در هر سه حوزه قابلیت نظامی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در سه دهه اخیر شدیداً کاهش یافته است. بهترین هواپیماهای جنگنده جمهوری اسلامی نخستین مدل هواپیمای میگ 29 روسی یا جت های اف 14 امریکایی است که 35 سال پیش توسط شاه وارد نیروی هوایی ایران شد و در نبود قطعات یدکی عملا غیر قابل استفاده شده اند. نیروی دریایی ایران وضعیتی بهتر ندارد. قالب ناوگان دریایی ایران را کشتی های قدیمی، زیردریایی های کوچک و ابتدایی تشکیل می دهند که برای انجام حملات سریع در نظر گرفته شدهاند بی آنکه تناسبی میان این حملات و قابلیت هایشان وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران دارای نیروی زمینی مهمی است اما توانایی فنی و لوجستیکی نقل و انتقال هوایی یا دریایی آنها را برای انجام عملیات گسترده ندارد صنعت نظامی ایران پیشرفت کرده است اما غالب فراورده های آن نسخه های کپی شده سلاحهایی از رد خارج شده دهه 1970 میلادی هستند به غیر از تحریم های بین المللی عامل دیگری که مانع از توسعه و بروز شدن تجهیزات نظامی ایران به شمار می رود، ناتوانایی مالی این کشور در تهیه تجهیزات گسترده نظامی بوده است. به دلیل این موانع و مشکلاتی است که جمهوری اسلامی ایران همه توان خود را بر قابلیت جنگ نامتقارن یعنی بر انواع موشک های استوار ساخته که این کشور طی سالهای اخیر توسعه داده است اما مشکل این است که ایران نمیتواند به طور پایدار آنها را بر روی سکوهای پرتاب یعنی در معرض حملات هوایی نگه دارد زیرا استقرار آنها به نیروی دشمن یا نیروهای دشمن امکان شناسایی و نابودیشان را به سهولت می دهد. توانایی موشکی جمهوری اسلامی به این کشور اجازه نمی دهد که کمبودهای نیروی هوایی خود را جبران کند. افسون بر این استقرار سامانه های دفاع موشکی در منطقه به ویژه در کشورهای عربی خلیج فارس توانایی ایران را نیز در زمینه موشکی تقریبا به صفر رسانده است. به طوری که در بهترین حالت هدف موشک جمهوری اسلامی را نه تأسیسات نظامی یا دولتی که احتمالا نیروهای غیر نظامی تشکیل خواهند داد. به این ترتیب هنگامی که جنگ متقارن جمهوری اسلامی به سرانجام نرسد، قوای آن بر روی زمین بدون کمترین پوشش و پشتیبانی به اهداف حملات شدید هوایی تبدیل خواهند شد.